روزی اول که ما وقت کابل بودم، وقتی که طالب آمدن کل جای گرفتن، کلگی وحشت داشت و همچنان بسیار ناامید شده بودم وقتی که طالب آمده بود. یعنی فکر میکردم که شایدم دیگه حتی بیرون اجازه نداشته باشیم که بریم، مثل البته دوره سابق. دیگه این زحمت که مثلا ما چند سال تقریبا 16 سال کشیده بودم ضرب صفر شد دیگه. من وظیفه داشتم در وزارت فایدامه اداره خطاهن کابل، اما وقتی که طالب آمد دیگه ما را اجازه نداد. باز ما گفتم اگر یک سنف دایر بکنم و دخترای مکتب کلشان که دوره مکتب است درس بتم و اینام یک سرگرم شوم، اما من بتانم که در همین خواهرای ما که از درس باز ماندن کمک شوم. اسما خودت البته در درس صنف هفت نبودی، یاد گرفتی طریقه را؟ دیگه مشکل نداری، هر سوالی که داشتی باز آزادانه سوال کن. هدیه فهمیدی؟ خب خیر است، ما حل میکنم. یعنی سعی کنین شما در کتابچه خود آیا نقسم حل کردیم؟ نه. کدام اعداد که مربع کنیم 81 میشه؟ نه. نه نه مربع مساوی مشبع. یعنی را پاک کن. خب خط بر بکش که اینجا فامیده شوه. نه از وقتی که سبکی از خواه میخواستیم او قدام مکتبای ما بودک، سبکی نماز ما رو میخوندیم دیگه خواه نمیشدیم، درسای ما رو میخوندیم دیگه. یالی که مکتبا نیست دیگه درس همینجی یک تایم یک ساعت است ایر بگا نمیشتم کنیم دیگه. سبکی دیگه اچ اونی چی نم کنیم دیگه. از او پیش ما در شوق بازار مرفتیم، کارسای بازار مرفتیم دیگه، مردم ها اقتصادشان خوب بود. همینجا ما رفتیم فیس هم زیاد میگرفت، ما فیس میدادیم همینجا درس میخواندیم دیگه. حالی اقتصاد مردم هم ضعیف است دیگه. دیگه از وقتی که همینجا طالبا که آماده دیگه ما را هم اجازه نمیتا که ما بازار بریم درس بخونیم دیگه. اینجا هم فیسش رایگانه، همینجا دختر ها از یک سر همینجا میاد دیگه. بعد از این من اینجا که آمدم این دختر ها را من نمیشناختم. بعد از امو همسایه های ما را یک چند تاشه که میشناختم، گفتم بیاین اینجا ما درس میتم. اینا بسیار خوشحال شده، حتی مادرش زنگ زد گفت که بسیار کاری نکدی، ما بسیار خوش هستیم که همراهی دخترای ما همکاری کردی و درس میتی رایگان، چون اقتصاد مردم هم اینجا بسیار ضعیف است، نمیتونه که مثلا فیس که در کورس میتن پرداخت کنه. دیگه یک دلچسپی درس هم بینا شوه که اول که آمدیم چهار نفر بود. بعد از صبحش که اینا رو گفتم دیگه سنفیاتون هم بگوین خبر بدین که اینجا کورس باز شده، بعد از باز 8 نفر شد. بعد از هم استپ با استپ کمی زیاد شده رفت دیگه، تقریبا یعنی در 49 نفر رسید. ما چندین دفعه ای طرف و طرف هم آمدن، یک دفعه در سنف ما آمدن که او روز ما نبودم، البته کم مریض بودم. قبلا ما شاگردای ما گفته بودم اگر طالب آمد شما این قرآن شریف که اینجا دیدین قرآن شریف را بکشین، کتاب های ریاضی خود را پود کنین. باز اینا ممو قسم کده بود دیگه، طالب آمده بود پرسان کده بود اینجا چی گپ است، چی کار میکنین دیگه، استادتان کی است. ما شنیدیم که اینجا یک بخش آموزشی است که مضمون های مکتب را درس میده، ای استادتان یعنی کی است که قسم به اجازه ما درس میده. آدرس ما را پرسان کده بود. خب باز اینا البته جوابش نداده بود که ما نمیفهم. استاد ما البته گفتن که ما اینجا فرقان میخوانیم، تایم فرقان است دیگه، یعنی بخش ریاضی نیست دیگه. شاگردای ما مزو بود ترسیدن، بعضیشون خیلی نامدن، یعنی بسیار کم میاین. حالی نیمی از جامعه افغانستان خانم‌ها تشکیل میده. اگر این نیمی از جامعه ما از سواد باز بمانه، جامعه ما رو به سقوط خواهد رفت. اگر ما یک دکتری زن نداشته باشیم یا یک بخش معلم انجینر با سواد نداشته باشیم، یعنی که نیمی از جامعه ما عقب از سواد می‌ماند.
خاطر وقتی که دختران نتونن درس بخونن، یعنی نیم قشر از جامعه از درس باز میمانند.